میگم شاید جا بعد به جواب بدم ممکنه جونی بدتر تو خطر بیفته. صبر کن. مثل خبرنگار سمج من ایشونو ول نمیکنم چون من برای شما دارم کار میکنم. من اومدم اینجا میبینم آقای دلدار ازش هم سحر روز سوال بود. آقای دلدار جریان چیه؟ من باید بدونم. من باید بدونم. دیگه ایشونو من خیلی اذیت میکنم. آره پولم ازش هم میخوام. شازی جان با احساساتت مردم خوب درک میکنه، منم خوب شناختمت، خانم منم شما رو خوب شناخته، منو خانمم واقعا و شازی واقعا واقعا یه گله، واقعا دارم میگم یه دختر خانمه ای که ما افتخار میکنیم که اینجا هستن، دختر خانمه جوونی است که بسیار بسیار صمیمیه و بسیار صادق هستش و وطن پرست، اون چیزی که ما همه احتیاج داریم. سوی جان شما نظری دارید؟ پرفکت خانم دیگه پرفکته، چون امروز با هم کافی هم خوردن دیگه دیگه کارشون درست شده دیگه پرفکته، حتی کافی رو من براشون خریدم. بله سلام از کدام قرمان. سلام از بکنم. حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم. فقط من راجع به تظاهرات لس آنجلس می‌خواستم بگید عزیزم. بگید بگید. حالا اون آقا که میگه ما رفتیم فدرال بیلدینگ 200 نفر بیشتر نبودن، در حالی که من دیدم اون آقا چه ساعتی اونجا بودن. من رفتم حداقل 2-3 هزار نفر اونجا جمعیت جمع بودن تو فدرال بیلدینگ. بله. بعد اولا هر شب خدا این دو ماه این چند وقته که این همچین اتفاقای افتاده، هر شب خدا مردم تو لس آنجلس از ساعت 7 تا 10 تا 11 اونجا همیشه پرچم به دست هستن. آفرین. هر شب خدا. آفرین. و من نمیدونم هیچ وقت هیچ کس نمیگه اصلا، ولی موقعی که مثلا آدم ها رو کمتر ببینن میان میگن که 200 نفر بودن. در صورتی که 2-3 هزار نفر اونجا آدم جمع شده بودن، همه هم پرچم داشتن، پرچم های سبز هم بود، پرچم های همه جور پرچم بود، ولی خب به هر صورت خیلی آدم بودن. حالا ما تو UCLA نرفتیم برای اینکه برنامه UCLA یه جوری دیگه بود، من نفهمیدم چه جوری بود. حالا آقا اطلاع همه برسونم که تو لس آنجلس مردم هر شب میرن. آفرین. شب دم فدرال بیلدینگ. آفرین به مردم. وقتی که شما برید. آفرین به مردم، آفرین به شما، آفرین به شما، مرسی. خیلی ممنون. خوبه این همش امیدواریه، دلگرمیه، دلگرمیه که خانم میان توضیح میدن هر شب ما خوشحال میشیم، خدا رو شکر. پس هر شب مردم زندن، مردم در حرکتن، در فعالیتن. ممنون، ممنون از شما که گفتید و ممنون که آره. خب منم البته بین من و شما باشه، من 1000 نفر هم شنیده بودم دیروز فدرال بیلدینگ گفتن 1000 نفر، حالا شما فقط 2-3 هزار نفر به هر حال بودن دیگه، معلومه که بودن. سلام عسکر قربان. سلام عسکردم. الو جناب دادا. سلام. سلام دیگه قربان، حال شما چطور؟ آقا شما دیروز نبودی تظاهرات؟ ما در خدمت شما بودیم، پیداتون نکردیم، ولی خوب فیلم برداشتون هم دیدیم و خیلی سلام کردیم و تشکر کردیم. از شادزی، از محسن نادر نژاد. از آقای نادر نژاد. دو تا هم شادزی دیشب دیروز فیلم برداری میکرد، شادزی میکرد، محسن نادر نژاد. انجام سلام دارم خدمت شادزی خانم و واقعا بهشون افتخار میکنیم. مرسی، خیلی ممنون. آقا دیروز دیروز یه چیزی به شما بگم، آقا دیروز با شما یکی دو تا از دوستای شما، رفیقای شما خیلی از ما تکه کردند. کاش ما اونجا بودیم. به جان شما مثل ببینید مثل شیر واسدن اونجا جلوی من، به جان بچه‌ام جلوی من واسدن. من دلدار، من چیز بودم، من توی سمینار بودم خارج از استیج، شنیدم اینا رو ول کردم اومدم که برسم به تظاهرات و تظاهراتم اومدم، خیلی خوب شد. جناب دلدار دو تا خواسته از شما من دارم. جانم شما آقا هر کی زنگ میزنه میگه قربونت برم، امیدوارم که 1000 تا قاتل و آدم کش فدای یک نفسه نوکرت. اگه لطف کنی اینو بذاری کنار من ممنونتم. باشه رفیق، عادت کردی. خواهش میکنم. یکی دیگه هم خدمت رو هستم. بعد وقتا یه بار یه قسم میخوری به جون بچه های هر کسی دیگه. جناب دلدار، این کسی که میخواد قسم شما رو بشنه اصلا به نظر من باش صحبت نکنی بهتره. یعنی چی؟ شما واقعا تمام زحمت میکشی اینا، همه بایدی ممنون باشه و من خودم یکی ممنونم. قربونت برم. من میخوادم این چیزی خدمت شما عرض کنم که واقعا دمتون گرم. قربونت. ما و اون بچه هایی که این مسیر تظاهرات رو تغییر دادیم. دیروز دو سه تا رفیقای خودمون خود شما اومدن اونجا دور بر منو گرفته بودن،
میگوتن آقا ما مواظبی ما اینجا شما اصلا نگران میگه آقا من نگران نیستم میگه نه با این وجود یاد تو به شما اینجا حداقل 10 نفر مواظب شما بودم آقا ولمون کنید کسی با ما کاری نداره خدا سر شاده آقای نادری نژاد و تا دیدم ازش سوال کنیم گفتم جام نادر نجات بادیگارد میخوای شاکر زم اینجا هست آنو اولین چیزی که بهش دوستم شروع کرد به خریدن تو بارا اگه خواستم برم باج بیا باید آقا درسته شما با نادر نجات بانک ندید ما این هفته به شما احتیاج دارید ما چاش جناب نجات واقعا من دیروز موقعی که مرویم تظاهرات درست زمان قبل از انقلاب و دوران انقلاب به یادم میمد که همه با هم بودن همه با هم بودن من دو تا شعار از بهم گفت که من فکر کنم این شعاره خود قدیمی شده گفتم دمت گرم راست هم میگی مردم خیلی جلوتر از خودم میرن ای والله بله بله مردم خیلی جلو خوشتون اومد از تظاهرات دیروز پیروز تظاهرات واقعا محشر بود و دمتون گرم که تونستین این مسیر رو واقعا شما تغییر بدین با بچه هایی که بسیار توی دست اندر کار بودن همچنین میخوام من چیز کنم بسیار خدمت رو عرض کنم که ما وظیفه‌مونه که بریم کاسه کوزه اینا رو بشکنیم ما بایستی اینهایی که طرفدار رژیم هستن افشاشون بکنیم شما میبینید که توی ایران 40% این چیز قانونیشه 40% سهمیه دانشگاه ها مال بسیج هست و اینا این چیز خودشون میگن و حتی بیشتر از اونم هست فقط خودشون میگن 40% و خیلی وقتا خوب اینا میفرستن خارج کشور بله. یکی میفرستن خارج کشور کاملا مأموریت دارن که کاری که میخوان انجام بدن و همچنین میخوام خدمتتون عرض کنم که زمانی که خاتمی اومده بود سر کار اینا بعد به اصطلاح زمانی که داشتن مذاکره میکردن به اصطلاح چیز میکردن به اصطلاح باج میدادن این بند و بساط و اینا به توافقهایی رسیده بودن یه تظاهرات بزرگ بود توی واشنگتن حدود 15,000 نفر تو اون تظاهرات بودن درست این تظاهرات جناب دلدار چون تمام پلیس مخفی اینجا منطقه رو کنترل داشتن بله هر کسی هر شعاری می آورد چیز عکس می آورد اینا می گرفتنش می گفتن که چیز بده کارت شناسایی دراوه لایسنس رو می گرفتن تمام مشخصات رو می نوشتن باور نکنید نمی کنید این هموطنهای با غیرت ما میگو بیانه بسته میگو فرمو تمام چیز رو بهش میداد بعد میگو که اونا تو ایران دارن خفقان ایجاد میکنن برادرزی ما رو دارن میکشن هموطنی ما رو داغون میکنن ما اینجا نمیداریم اون خفقان رو رژیم ایران از دور اینجا ایجاد بکنن درسته همینه من میگفتم و ما واقعا باید این کار رو همینه نباید بذاریم خفقان جمهوری اسلامی بتونه عواملش اینجا به ما رو صدامون رو خفمون کنه نباید بذاریم ما از چی میترسیم موقعی که دارن مردم ایران داخل خیابون میگن مرگ بر خامنه ای که جرمش اعدامه ما بیاییم توی خارج کشور از یه مثلا پرچم بترسیم که میبریم واقعا نمیدونم چی بگم در طرف خیلی ممنون از این آزده از زحماتتون امیدوارم که خدا همیشه یارتون باشه خورمید ما همیشه در خدمتیم مخلص شما شما خوبی داشتون مرسی خواستم یه قربون شما جلو دهنم گرفتم مرسی نه خدا نکنه خدا نکنه این عادت همه دیگه یکی آقا شما دیرف باید حالا صحبت میکردم با یکی از این مقامات برخاست سرشناس مملکتی داشتم بعد ما گفتم قربون شما بعد یکی زنگ زد آقا تو چرا گفتی قربون شما با اون گفتم بابا عادت هم من به همه میگم راست میگی باست این عادت در دهنم بیفته شما بعضی که مواظب من باشید من باشم مواظب باشید نه یه قربون شما سلام از کردم بفرمایید با درود به شما و شاسی عزیزم که واقعا دوست داشتنی هستش به خاطر اینکه کلامش در جهت آزادی مردم ایران حرکت میکنه مطمئن باشه که موفق میشه مرسی شاسی جان تشویقش کنید شاسی رو زیاد تشویقی که بیاد اصلا حتما بایدم بیاد چون کسی هستش که ما تشویقم نکنیم عاشقه و حتما خواهد آمد خدا رو شد ببینید آقای ستار دلدار و مردمی که دارن گوش میدن ما اصلا احساس نگرانی نکنیم در حالی که در خارج از کشور ترمزهایی رو به رنگ سبز دیدیم رنگ سبزی که از مردم داخل کشور دزدیدند خب و به همین دلیل مردم داخل کشور کمتر رنگ سبز امروز استفاده میکنن
در حالی که اینها به من و شما در تورنتو، در لس آنجلس و در جاهای دیگه نمیدونم تظاهرات سکوت داشته باشیم.